The production of eTV show is made possible by Elan Productions, a vision of excellence in video, photography, and graphics. And Beshkan Dance Academy, instruction and performance. Have you Beshkan lately? بینندگان عزیز سلام، امشب ما داریم در سان فرانسیسکو تو کالیفرنیا توی آمریکا با شما حرف میزنم از کلاب معروف زیبرا لاونج. در چند لحظه دیگه خواننده معروف و مخواننده جوان خوش اخلاق Everybody loves him افشین در کنار ما هستش. یک چند تا کلیپ از کنسرتش میبینی و مهمون ما هستن. امشب سوالایی که شما میدونم سالها جایی میخواین ازش بپرسید، من امشب از ایشون میپرسم. با ما باشید. How excited are you to get in? I know the girls are dying, but I want a guy's perspective on Afshin. No, I'm actually glad he came. Right back to Almanbud, I think this is his first concert in San Francisco. It's really good to have him here. حالا یه لحظه میتونی از یکی از بهترین آهنگای افشین برام میخونی؟ Come on. باشه. و منو نگاه کن. مشکل مهربون من عزیز من شب روز. تو هستی. عاشو الان ولی یاد میگیرم الان کنسرت. بعد منو بگی نگاه بکنی و به آها. عزیز من. الان در مورد افشین چه حالی داری؟ الان چه احساسی داری که میخوای الان افشین رو ببینی؟ I'm really excited. من خیلی excited هم و خیلی افشین رو دوست دارم بخاطر اینکه موزیکش رو خیلی دوست دارم. یه آلبوم جدیدش که در اومده به اسم ماچ آلبوم خیلی خوبی بود. من فکر می‌کنم موزیک خیلی خوبی بود. من برای دوستای آمریکاییم تو برکلی، ما از برکلی اومدیم امشب اینجا و البته نزدیکیم به سان فرانسیسکو، ولی برای دوستای آمریکاییم این آلبوم رو پلی کردم. خیلی خوششون اومده بود و می‌رقصیدن و خیلی شاد بودن با این آهنگو. بچه‌ها خیلی اکسایتد هستین. آره. I'm so یه صف طولانی هستش. خب به من بگین از آلبوم های افشین از همه آهنگاش کدوم آهنگ از همه بیشتر دوست داری؟ من آهنگ خوشگلش رو خیلی دوست دارم. دقیقا خوشگل بهرمونه عزیز من. I'm gonna push you.
عاشقونه یه دل دارم که داشتنش گرونه. افشین جون سلام، خیلی خوش آمدیم به برنامه ما، مرسی که وقتتون گذاشتین برای ما. قربونت برم، مرسی، منم متشکرم که شما وقت بهم دادید در خدمتتون هستم. مرسی. امشب انقدر برنامه خوب بود، واقعا خسته نباشی، انقدر جمعیت گرم بودم و همه داشتن میرقصیدن و حال میکردم، واقعا هر کی که نیستش جاشون خیلی خالی. اگرم افشین تالا نفشین تو کنسرتش و داره نزدیک شهر شما بیاد باید حتما برین، واقعا کنسرتشون حرف ندارن. خب به اول شروع کنیم، خیلی زحمت کشید که آمدین سان فرانسیسکو، شما از راه دور آمدین، درست؟ درسته. شو بگین از آلمان آمدین مثل این که؟ اولا اگه ایزو بدون یه سلام عرض کنم خدمت تمامی بینندگان عزیز و هموطنان گل خوبم، خیلی خوشحالم که در خدمتتون هستم. اونجا همونجا که شما گفتین ما از آلمان اومدیم، فکر کنم یه 16 ساعتی تو راه بودیم چون ایمیگریشن هم یه مقدار نگرانمون داشتن. نزدیک 4 ساعت دیگه میبینم چشام دیگه نمیتونم حرف بزنم، انقدر خسته. آخش خب پس چیزه پس چرا بعدم تو ایمیگریشن نگرانتون داشتن اونجا؟ آخ حالا خوشبختانه پلی ما هستین و همه چی خوبه و شب خیلی خوبی هم بود. خب من بگم شما اول چند سال شما تو آلمان دارین زندگی میکنین؟ من حدوداً 12 ساله که تو آلمانم. پس قبل از این آلمان کجا زندگی میکردی؟ توی ایران. توی ایران؟ کجا ایران؟ تهران، تو نظامات زندگی. وقت تهران به دنیا آمدی؟ نه من شمال به دنیا آمدم، تو مازندران. 6 سالم بود که کوچ کردیم به تهران تو نظامات و تهران بزرگ شدم. البته شمالی هم. شمالی هم. حالا که شما که الان چند وقت تو آلمان تو آمریکا هستین؟ تو آمریکا یه شبه فقط. یه شبه فقط. تا آمده بودین این نفر؟ آمدین زیاد. دست و پا نداشتم. حالا من یه چیزی دقت کردم که شما برادرتون همش با شما هسته. آره اون دیگه چی میگن؟ ولکن نیست. نه but I'm sure you love it. که مثلا خیلی دوست دارین که پتا هستن. هیچ که فامیل آدم نمیشه. به هر حال آدم همیشه به تنها چیز کسی که پناه میاره خانواده‌شه. واقعا تنها سرمایه آدم تو زندگی فکر میکنم خانواده آدم. حالا بگو برای شما هم با شما میخونم پشتشو. آره. ایشون هم تو کار موسیقی ایرانی. آره. هستن خارجی کار میکنه ولی ما سعی کردیم دوتایی با هم دیگه یه موسیقی رو تلفیق بدیم، موسیقی ایرانی و خارجی رو با هم میکس کنیم که یه چیز اوکی در رو فکر میکنم خوب باشه. خب ببینید شما فقط همش تو کارهای ایرانی کردی یا تو کارهای دیگه هم می‌کنی؟ من اکثرا کارهای ایرانی کردم ولی خب سعی کردم کارم تو مارکت اروپا فعالیت داشته باشم، کار کنم که یکی دو تا از آهنگام تو رادیو چارت بوده تا تاپ 10 اومده اینا ولی تو اروپا. آره اونجایی که اتفاق بزرگی بیفته هنوز موفق نشدم. عزم بهت بگم یه اتفاق خیلی بزرگی تو آمریکا افتاد. حالا من اروپا رو نمیدونم. نه اینجا خیلی همه هر جایی که بری همه عاشق افشین هستن و میرن هر جایی که من نشستم. البته ما فامیل رو تعریف می‌کنیم.
یعنی از بچگی همیشه خواستین خواننده باشین یا مثلا بچه بودین دوست داشتین یه چیز دیگه بشین بعد یه چیز اتفاق پیش اومد که من تو کار موسیقی؟ من تا اونجایی که خودم رو یادم میاد همیشه عاشق خوندن بودم. بعد فکر میکنم هر انسانی برای یه کاری آفریده شده. بعد تو تمام شغلایی هم که بود خب من ترجیح دادم خواننده باشم، چون بعضی وقت یه احساسی از آدم، یه احساسی درون آدمی که فکر میکنم به آدم میکشونه واقعا به طرف یه شغلی که بتونه با احساس آدم کار داشته باشه. ممکن بود من هیچ وقت نمیتونم تو زندگیم یه دکتر موفق باشم یا یه آهنگر خوب. برحال هر کسی برای کاری آفریده شده، ما هم شدیم خواننده متاسفانه. نه چه خوشبختانه برای ما اون که آره واقعا خواننده خیلی زمان میکشم. میدونم که الان شما الان نصف شبه تا 4 صبح بعد بشه، فرداش هم کنسرت دارین، تور هم دارین، همه جای دنیا و برید برگردید آلمان. چرا هست نه هنوزم نشستم پلی ما very nice. نه خیلی خیلی خواننده سخته. واقعا چیزی که هستش متاسفانه مردم از بکستیج اتفاقاتی که میفته با خبر نیستن. و درست هم نیست. خب به هر حال اونا اومدن یه شو خوب ببینن دیگه، بس سعی کنی همه چی اوکی باشه. یعنی ظاهرا هم خوب نشون بده که همه چی اوکی داره پیش میره. همه چی که امشب عالی بود، ولی باور کنین کلا انقدر مشکلات زیاده که واقعا کمر آدم خم میشه پشتش. نه آی نو امشب خیلی برنامه خوب بود. حالا ببین شما تا حالا هابی دارین غیر از کار موسیقی خواننده، کار دیگه هم میکنین مثلا؟ خب ورزش زیاد میکنم، ورزش میرم دیگه خدمت شناگرم روش هستیم. شنا چه مسابقه رفتیم به شنا؟ آره تو ایران تو 18 نفر 17 هم شدم یه دفعه. 18 نفر 17 خب دیگه 18 هم که نشده. نه نه 18 هم که یکی از من اقل ترم بود. روزای معمول، روزایی که اینجوری تهی میشه، ساعت 11-12 خواب بلند میشم، بعد یه دوست صمیمی دارم اسمش حسینه، کلا با هم زندگی، یعنی من همیشه خونه اونم، صمیمی‌ترین رفیق هم از بچگی. چند وقت هم دیگر میشستیم؟ بچگی با هم بزرگ شدیم دیگه، مثل داداش هم میمونه. خیلی عالی. یه خدمت عرض کنم، خونه خودم نیستم، اکثرا وقتی توی شهر خودمونم خونه اونم. ساعت 12-1 میخوابیم، یک ساعت مثلا یک اینا بلندم میکنه، میگه بلند شو برو نون بگیر. میگم بابا نون قدیمیه اوکیه، همونا یه چیزیش بذار تو توست کفک نداشته باشه. آره. فقط کفک رو پاک کنی، چون آلمان هوا سرده واقعا، من رویه نداره بری بیرون. بعد خلاصه راضیش میکنم اون نونه اوکیه، نونه رو اوکی میکنه، صبحانه درست میکنه بنده خدا. به شما خوب میرسه. آره آره. اوکی خب بگیم صبحانه رو میخوریم، بعد صبحانه میگه بریم بیرون و مثلا به کارمون برسیم. میگه حالا بذار یکم دیگه بخوابیم. میگم یکم دیگه بخوابیم. خب بعد شب میریم ورزش. میگه خب میخوابیم تا ساعت 5-6. اصولا میگم اینجوری میگه، نه که من آدم تنبلی باشم. نه نه نه. بعد خدمت شما ساعت 5-6 بعد از ظهر میریم فیتنس کلاب ورزش میکنیم. شنا میکنین؟ ورزش شنا میکنین؟ استخ داره فیتنس. فقط سرده پس توه. استخ. آره استخ سرپوشیده است. بعدش هم چی داره؟ میتونیم بادی بیلدینگ کنیم. اوکی very good. دیگه خدمت عرض کنم میریم 2-3 ساعتی ورزش میکنیم، بعد از ورزش هم میریم یه ساعتی توی سونا هستیم. سونا خیلی عالی، یاد همومای ایران. اوکی چیز بود. آره بعدش هم خدمت درس کنم، بعد از اونم دوباره برمیگردیم خونه، دوباره یه غذایی درست میکنیم یا میریم رستوران. پس باید میخوابیم. آره. غذا میخوریم. درسته. ورزش میکنیم.
میخوابیم حالا غذا میخوریم اوکی بله سه غذا میخوریم بعد میریم ویدیو کلاب چی ویدیو کلوب کلوب میگن ویدیو کلوب ببخشید ما کلاب ویدیو کلوب چی میگن چیکار میکنن میریم اونجا که فیلم اجاره میکنیم ویدیو کلوب ما بهش میگن اونجا فیلم اجاره میکنیم یه دونه فیلم سینمایی جدید اینا میاریم تو خونه میبینیم بعد چی دو سه تا میوه هم میخوریم بازم میگیریم میخوام یه آها من در روز فکر کنم دو سه ساعت تلفن دستم باشه چون همش در کانتاکتم با برنامه گذارا کمپانی مینا که همه چی اوکی بشه بین همه این خوردن و خوابیدن و ویدیو فیلم نگاه کردن و ورزش کردن رو تلفنم هستی فقط به این عادی نیستش باری تا ساعت چند شما بیدارین شبا؟ شبا تا ساعت باید میدم 11 که بیدار میشه باری که خیلی دیر وقت تا 4-5 صبح همیشه بیدارم بیدارین الان شما چند تا زبان میحرف میزنی؟ من 20 تا زبان 20 تا؟ ایرانی من به زور حرف میزنم نه فارسی که خوبه فارسیم خوبه دیگه آلمانی آلمانی من اوکیه آلمانی اوکیه خیلی بده دیگه خدمت ارز کنم همین خوب. من یه چیزی به آلمانی بلدم. بس. نوشتم. اوکی. I'm sure همه اشتباه هم بگم. نه مسئله نیست. اگه اشتباه بگم شما بعدم درست. مثلا من درستش میکنم. تنها چیزی که به آلمانی یاد گرفتم. بگو دیگه کاشتی ما رو. اوکی. ایخلی بی دیخ تو اوتیسی حرف زدی آخه اوتیسی به ایش آلمانی میشه ایشلی بدیش یعنی من دیش ایشلی بدیش آها ایخ که گفتی شد هلندی اوتیسی خب دیگه حالا هر جوری یه جوری هست دیگه منم دیست دارم بعد همه چیز بود حالا یه چیزی دیگه بینندگان عزیز به آلمانی یاد بدین یه کلمه دیگه بهشون یاد بدین چی فکر میکنی؟ آخه میدونم متاسفانه کلند انسانی که شروع میکنن یه زبان یاد بگیرن اول فوشار یاد میگیرن اوکی نه خب من چه حرف خوبی یاد گرفتم اول پس برعکس همین بود ولی برای برنامه امشب ترتیب داده بودی خب من فهمیدی دیگه حالا که از زندگی داشتیم حرف میزدین به من بگیم شما دوست دختر دارین؟ بگی نگین چند تا دارین؟ نه خب بگی نگین دارین حالا بیخیال عشق اوکی خب چیده این شما اگه دنبال خوشتون بیاد از یه دختری توی یه دختر چی کاراکترستی که چی چیزایی دوست دارین داشته باشن که شما ازش خوشش میاد؟ من چی حالتی بد داشته باشه؟ من فکر میکنم تا مثلا یکی دو سال پیش دنبال تیپ خیلی شیطونی میکردم شیطونک دنبال تیپ هایی بودم مثلا بیشتر به زوایای توجه میکردم ولی الان برای من یه مقدار که پیر میشی دیگه برات پیر میشی مگه چند سالتونه شما؟ بیشتر معنویات برام یعنی به نظر من یه انسان زیبایی انسان تو اخلاقشه خیلی این انسان زشت هم میتونه با اخلاق خوب انقدر زیبا جلوه کنه که حد نداره و آدم خیلی خوشتیپ و خوشگل میتونه با همون جوری اخلاق بعد خیلی زشت بشه خب حالا شما پس اخلاق خوب دوست دارین خوش اخلاق پس قیافه اینا هم زیاد براتون چرا خب طبیعی انسان زیبا دوست زیبا پسنده ولی معیار برام نیست که حتما بگم زیباییت نقش اول بازی میکنه حالا تو اگه بگیم یه دختر خوبی که خیلی خوش اخلاق خوش قیافه همیشه هم پیدا داشتن میخوای یه شب مثلا ببرینش یه شب رومانتیک داشته باشین شما برای اون دختر چی کار میکنین؟ سوال سخت آخه من رومانتیش نیستم زیاد ایبا با همه اینقدر آهنگ های قشنگ رومانتیک بعد یه قطره رومانتیک داشته باشین تو خودت خب مثلا شم میاریم براشون آره نه باید فکر کنم چیزایی که کردن آره آها راست میگاره آخه خیلی سوال سختی میکنه اگه خیلی سختی میکنی نه اوکی سعی میکنم اکثرا آشپزی کنم چون دختره آشپزی من خودم آشپزی ایتالی غذای ایتالی خیلی خوب درست میکنم خب چی چیزایی؟ پاستا همه چیز داره بعد اسکالوپینا
غذای گوشتی، غذای ماهی، همه چی. غذای ایتالیایی همه چی. فرچینی، کالاماری. کالاماری، کالاماری آلا رومانا، کالاماری فریتی. چیکن پارمیجانا. Exactly. ماما میا. بعد از کنم اول که دعوتش میکنم، سعی میکنم خونه رو خیلی تمیز میکنم. خودتون تمیز میکنی یا میگی مثلا یکی دیگه بیاد؟ نه خودم. یه کار ساده رو آدم میتونه انجام بده. عالی. و سعی میکنم یه جور نشون بدم که واقعا تو خونه اومد یعنی ارزش داشت که خونه خیلی تمیز بود، شمع رو روشن میکنم. و اگه خیلی واسه هم مهم باشه حتی بعضی وقت اسمش رو باشه هم میزنیستم شمع رو روشن میکنم. واو حتی کاری نکردم و حالا دارم چیزی نه در تو که خب بگی 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 من خب بیام خونت من بگو منم چی اکسپکت کنم چه انتظاری داشته باشم؟ خود یه غذای خوب درست میکنم، یه آشپزی خوب. خب مثلا چی میخوای درست کنی؟ بعد فکرم بعد من اکثرا چیزی که درست میکنم بهش میگن فیلتو مایل یا گورگونزولا، یعنی فیلتو مایل گورگونزولا. اوکی شواین فیله، یعنی فیله شواین خوب، فیله پورک با گورگونزولا. گورگونزولا یه پنیری که با کرم قاطیش میکنن، کنارش هم یه مقدار پاستا، مثلا تاگیتل یه پاستایی که حالت مثل فرچینیه؟ نه مثل اسپاگتیه ولی یه مقدار کلوفتره دیگه. تاگیتلا درست میکنم کنارش دیگه. خلاصه یه چیز خوب دیگه، یعنی طرف تحت تاثیر قرار میگیره. من که گوشتم شو ببینیم قصه بخونی. واو very nice. پس من که بیام خونه افشین رو دوست دارین، فقط دوست دارین خب نزدیکتر بهتون باشه. چی میشه که مثلا هر روز هر جا که برین افشین دنبالتون بیاد؟ من بهتون نشون میدم حالا. این تلفن من اگه زنگ بزنه کسی قرار زنگ بزنه؟ رینگ کنا یه آبدا قطع کنه. خب اگه دوست دارین میرین رو afshinmusic.com www.afshinmusic.com you go to the fan club. اونجا فن کلاب میشه انتر میکنی و اونجا میتونین رینگ تون رو دانلود کنی که ایشون زنبگه. ولی همه این کار رو نمیکنن واقعا. خواستم باشه خیلی داره پاپیولر هستم باشه بگم الان بیزی هم دارم با افشین مصاحبه میکنم بنا زنگ جان. یعنی میخواستی بگی اونی که زنگ زد نمیدونه؟ آره. خلاصه ایشون زحمت کشیده. گفتم آمریکا فقط شوه هم شو بیزنس. وطن برخیز توی همخوار من عشق تو دشته به دوش گیتار من نقش کنیم بر کوچه ها مخمون خیش توی هم اما نمیاد خاک من نقش کنیم بر کوچه ها I'm
در آیندهتون بگین الان به اساس افشین میوزیک آهنگاتون شما دوست دارین مثلا 5 سال از الان از امروز کجا باشین تو کار زندگی یعنی اول از میوزیکتون حرف بزنین آلبوم میخوام شهرهای دیگه من بیشتر آدمی هستم که دوست دارم در با زمان زندگی یعنی در روزی که زستم هم به اون روز فکر میکنم ولی کلا چون آینده رو واقعا آدم نمیدونه سرنوشت بازیایی با آدم میکنه ولی در آینده در 5 سال دیگه تنها آرزویی که برام مونده تو خوانندگی اینه که تو ایران یه بار بخونم یعنی کنسرت بزرگ تو ایران داشته باشم و یه نه آرزوی خاصی واقعا ندارم یعنی اگه بری منم اون نفر اول جلوی صحنه هستم دوباره اونجا هم مصاحبه کنم ولی ایران انقدر شلوغ میشه کنسرت ها دیگه من خودم اون راه میرم اونجا نه من راه میرم خودم اونجا نگران نباشه خب حالا که چیز یعنی از لحاظ زندگیتون چی؟ مثلا خواننده بودن یه جوری فقط خود افشین یه آدم دیگه هم هستش خب خودتون دوست دارین مثلا هنوز تو آلمان باشین پلی مامان بابا باشین جای دوستان جای دیگه زندگی بکنین ازدواج بکنین میگم آدم فرق نمیکنه کجا باشی فقط باید دلت خوش باشه و من فکر میکنم خیلی از جوانایی که همسن سال من هست فکر یه زندگی نرمالی زندگی که طبیعی باشه دور از درد سرای خانندگی و شغلی آره. من عاشق زندگی نرمال هم یه پنج شیشتا بچه یه همسر خوب پنج شیشتا واو پس پنج شیشتا هم خوب دیگه یه همسر خوب چند تا دختر چند تا پسر اولیش فقط پسر باشه بقیش باسم مهم نیست بس سلامت باشن همشون آره شده آره اون که خیلی خیلی مهمه آره یعنی پس یه پسر و 5 تا دختر از نه از یه پسر بدبخت میشه یه 3-4 تاشون پسر و یه دونه دختر کافیه یه دختر زیاده یه دختر خیلی برنامه عالی بود تو سان فرانسیسکو خیلی جمعه سولد آوت بود انقدر شلوغ بود که نمیدونی حالا نه شما میتونی ببینی فقط همه از تو پایین دم در پر بودن ولی منم خیلی خوشحالم و مردم واقعا انرژی داشتن و تشکرم میکنم از کازما انترتینمنت و آی بی ام پروداکشن که سنگ تموم گذاشتن در جهت پذیرایی از ما و سعی میکنیم برنامه بعدیمون تو جای بهتر از این شبی که بود و با سیستم و همه چی بهتر باشه دیگه که و بزرگتر که اینا خیلی بیننده نتونستن امشب بیان آره بتونیم سنگ تموم بذاریم دیگه برای مردم خیلی عالی پس من الان میخوام خداحافظی کنم فقط میخوام با این تموم کنم که شما من نمیدونم اگه بچه بودی میخواستی خواننده بشی فکر کردین که شما به این اینقدر موفق بودین به این واقعا موفق هستینی از بچه کوچیک 3 ساله که من میبینم تا از مادر پدر همشون عاشق آهنگاتون هست من نمیدونم حالا تا حالا تو عمرتون فکر کردین که اینقدر موفق بشی که همشون خیلی موفق تر هم میشین حالا با همه اینا با این همه مسئله هیچ پیغام چیزی دارین برای بینندگان برای جوانا که همه جای دور و بر دنیا دارن شما الان نگاه میکنن بله من اول از همه از خدا تشکر میکنم که واقعا این شانس رو به من داده و دوم از هموطنام که این لطف رو به من داشتن که من الان جایی که هستم البته خب بزرگ چی میگم بلند پروازی نمی کنم و به تمام جوانای ایرانی میگم میخوام این پیغام برسونم که هر جای دنیا هستن هوا هم دیگه رو بیشتر داشته باشن و خدمت رو عرض کنم همین چیز خاصی دیگه پیغام خاصی ندارم خب بینندگان عزیز مرسی که وقت شما به ما دادین امشب خیلی خیلی من خوشحالم مرسی چقدر it's been a great honor که امشب من تونستم پلی شما نشستم و خیلی چیزایی تا دید و میدونم بینندگان عزیز که دارن شما رو نگاه میکنن چه لذتی بردن از برنامه امشب ایشالا به زودی برگردین پلوی ما یا همه همدیگه رو توی ایران همه ببینیم اون بهتر میشه خب شب همه بخیر منم تشکر میکنم از تمامی هموطنان عزیزم و خیلی خوشحالم که امشب تونستم در خدمتشون باشم و تو عزیز که نازنین که به این لطف داشتید امیدوارم همیشه تو زندگیتون دلتون شاد و تنتون سلامت باشه قربون شما